ساکر داشت چه خبرها؟ کی میای تهران ببرم موهاتو بیوتی سنتر بکارم؟ انشالله یه هفته دیگه. یه هفته دیگه؟ آره بابا یه اینجوری کن ببینم بانک موتو خوبه. بانک موتو دو کاشته میخواد خوب میشه؟ مهمه رو ببینی؟ تازه یه بار کاشته واسه شما میشه 65 تومن ولی من این کاری میکنم 20 بیشتر نگیر. فداد نمره اخلاق دست در لیمیت دارم آخون زیاد آره زیباری به دمام نمیدونم کارچه نگاشته هم. عبدی سلام. سلام شکرم خوبی؟ دست بهتره؟ خوبی عبدی سلامتی الحمدلله ممنون. یه دو سه تا از این پست های باها بذارید بخندیم. اما اصلا این چه پست هاییه مثل دوران شاقه مهران اگه میزان گذاشته آبجی آبجی اردی 1500 سال پیش من میترسم هر چی حرفی بزنم اما نما اصلا پلیسه. نه اما اصلا جانم باید بریم به سب باید سب که عوض کنی سب که عوض کنی ماره به کاری دوباره به رخ بکشی خودتو ریش پیشانو بزن و لباس مقدس هم ببوس بذار کنار تموم دیگه. آره راحت. آره بابا دستم آقا خب آبتی درست نمیگم حالا فصل دیگه هست میخواییم بکنیم آقا بایی یک فصل دیگه رو بکنیم میخوام زن بگیرم منم خوبه بگیرم اما اصلا عالیه خدا وکیلی ولی یه چیزی خیلی دوست دارم. چند سال ازدواج کردی؟ ما 8 سال 8 سال؟ صدای موزیک رو کم کم کن من مجبور میشم داد بزنم. آره 8 ساله ولی انگار که تازه همین دیروز عروسی کردی. یعنی این به خدا یعنی این دوست داشتن که به این شعر شادمه رو افتادن عشقی که مثل روزای اولش بجوشه این خوبه. یک دختر یک پسرم داریم. پسرم 28 میشه 2 سالش دخترم 3 سالشه. آره. دوستان هایی زنی میزنن نبودم دو روز نبودم اصلا. آره دیدم نیستی. کار دارم آفیان میدونم. که میه تهران موهاش درست کنین از واجبات اولین کاریم که پاشید بیاد تهران به خدا با مشهد هم خوب دار کلینیکای خوبی داره مشهد برای کاشت مو. خب مشهد باید پول بدید 50 تومن بیشتر 50 تومن که خوبه 65 تومن دو کاشته ولی خب من تو بیوتی سنتر یه لیمیتی دارم خب. مثلا 20 تومن با 20 تومن دو کاشته یعنی 2 مرحله بده؟ عالیه. خب بکردی مثلا 2-3 میلیون فرق قیمت نه 45 میلیونه خیلی عالیه اینشالله تا اصلا من تو ذهنم قبلی حتما میاد ایت چه ها مونده؟ 2 ماه؟ خیلی دیره. آره میدین چرا دمه هیت همه میخوان خوشگل کنن وقت بیوتی سنتر خیلی معروفه بعد بیاد وقت بگیره. حالا من به محمد زنگ میزنم مثلا واسه پسر خاله خودم هم گفتم 15 تومن بگیره. خب دیگه ببینم ما پسر خاله خودتون حساب کنیم. نه خیلی کچل هم هستن
نه دیگه نگو دیگه شکلی نگو. مگه من خودم کسل نبودم؟ کسل ها خوشتانستم. آقا باید دست چی شد؟ خوب شد؟ دست عریلی دارم، جسم ناقصی دارم خدا، ولی خوب شده، زخم همه رفته، یعنی دیگه زخمی نیست تو دستم. خوب شدم و یه بار دیگه خدا معجزه‌شو نشون داد. من دیگه به پسر خدا معروف. من نمیدونم خدا چه چیزی کرده، فوری کرده به ما، هر کاری رو میخواد به همه ملت نشون بده دود با من امتحان میکنه. همه گفتن این دست قطع میشه به خدا. آره دیدم خیلی باد کرده بود. باد کرده بود تو اینجا زرف زده بود. خیلی بد بود، دیده بودم. خب باید من سانه دست بهتر بشه. بهتر شد دیگه، ولی خب بیمارستان اشتباهی کرده، یه اشتباهی کرده، منو دو روز زودتر ترخیص کرد. خب من هم دکتر توکلی رئیس انجمن پزشکان تهرانه، گفت خلاف کرده اون بیمارستان، حق اینو نداشته، چون این ذره پرستارا میومدن دختر خاله بازی این حرفا اونجا، به خاطر این کارا دو روز زودتر منو ترخیص کرد. پرستارا دختر خاله میشد یا؟ نه یه پرستاره بود بنده خدا فرستادم، اونم دندونش مثل دندون خودم، اینجا چیز شده بود، خیلی زحمت هم کشید، مثلا فرستادمش پیش دکترم میشد 12 تومن، هیچی پول نگرفت. آفرین خیری پس آقای من چی پیش جیبم نقاب میندازه، من هرچی میخوام خدا اوکی میکنه، آبربانک منه. به پسر خدا معروفتونه. ناراحتم الان دو روزه 300 تومن قراره بیاد که اصلا عدد و ارقام یک صحبت میکنن که خیلی سنگین، یعنی موات میریزه، یعنی منم موات میریزه، ولی ریدم تو 300 تومن دادن و دوستای خیلی سنگین هم هستم و باعث شدم من برم زیر فشار، یک ساعت اولتیماتوم دادم میخوام قیامت کنم. اتفاقا هم هستم، میخوام یه پرونده بهت بدم. آقا بعید اصلا بیا بیرون از اون موضوع. چی بگم از اون موضوع بیا بیرون، از دستت بگو، از دخترخاله ها یکم بگو، از ویلاف بگو، دخترخاله که دیگه نماز صبح 2 رکعته، نماز ظهر و عصر هشت رکعته و عشا و فلان 7 رکعته، 17 تا. میگم حالا که دست تازمانه نمیتونی وضو بگیری تیمم کن. من به جاش به حیوان ها غذا میدم، کارهای دیگه میکنم. آره خیلی خوبه، به نظر من خیلی دعاها هست کارهای رسیدم به خدا. اما اصلا معمولا چی میگم؟ یک راهی شیخ من خیلی دعاها هست. بله اما اصلا من به از طرف کل اشخان از شما تشکر میکنم که نگهبان مردم هستیم و حواستون به ناموس و جان و مال مردم تو ایران هست، اما اصلا فوق العاده خسته نباشی، وقتش بازنشسته شی. میخوایم میزون بزنیم به خدا، آبجی رو از عصر حجر میخوایم برداریم بکنیم، با برداشتی آبجی رو برداشتی با مدل شه به خدا. آبجی شما بعد الگوی خانم هایی که اه. بعد از ازدواج الگو هم دیگه، همین که اینقدر قشنگ بچه ها رو بزرگ میکنم الگو هم دیگه. بابا برو ورزش، غریق نژاد مگه نبودی؟ برو نمیدونم نشون بعد خانم های ایرانی تا ها بچه درست بچه به دنیا میاد یه بیخیال خودشون میشن، چون مادرن بچه هاشون رو دوست دارن و یه شوهرم مثل امو حسن داشته باشن که دیگه اصلا الله اکبر که دیگه اصلا خودش رو فراموش میکنه. گله گل شک ندارم به قرآن، خیلی شیرینه، خیلی اوکیه و خیلی آدم با ایمانیه،
هم مثل خودت. خیلی زیبا به هم میان. یکی از مشت کاپدایی من این آهنه تخته نمیدونم. نه هیچ چش نخواست. مرسی. عینک داری چش نمیشه. اتفاقا خواستم چت کنم. گفتم زنگ در و این لایف من چت کنم باشه. نه میگه چش نمیشیم. نگاه کجایی؟ اصلا نیست. نه من وقتی عینک میزنم یعنی چتم. ولی الان واقعا نیستم. آره عشقا بلدن منو. من چیز خانمکی ندارم. ولی الان بدبختی با پلیس دارم حرف میزنم. منظورم از چه چه سیگاره. اصلا آقا وحید اصلا نمیخوای ول کنی این موضوع را. الله اکبر. بابا کلیپاتو دیدم یعنی شبیه مادر بزرگی مجید بود. مجید دلبنده هم ندیدم سنم که کارتون ها قد نمیده. کلیپایی که درست میکردی از اون کارتون ها هم قدیمی تره. قشنگه دیگه. حالا ببینو میشینی همین چهار تا فالوور ما رو بفرمونی. ای خدا تولید محتوا. فقط خودت سلطان تولید محتوا. فقط خودت. آخه تولید محتوا چی ها؟ نه درسشو خوندم نه کارگردم نه فلانم نه چی ها؟ همین فیلم هایی که ما زحمت میکشیم میسازیم میذاریم شما عرصیدم دست دیاب میذاریم. تولید محتوا کردیم تمام کلیپات این تولید محتوا بوده؟ بله. هیچی هم نگفته به شما سر. شما همین جیری خودتون با هم اصلا اینقدر با حالی که خودتون ولی میری تو تولید محتوا. به قول ترکا سیشتی چی نگه دیگه. از این بعد مثل شما روند شما رو بریم ببینیم چی میشه. خودتون آره صبح اول صبح با اولین استوری یه ساعت را تو سرم و هستم با شما رو نون بگیم. بیا خوب تولید است. خوبه عالی بود. چی پیشنهادا رفیق خیلی باحاله. ولی خدا وکیلی آبجی خدا صبرت بده. با پلیس ازدواج کردن خیلی سخت. همش استرس داری که زنده برگرده. اون که ها ولی کلن اصلا اسم این رو بیخیال شو. از همین رو خوردن و اون کارمندی هم ما رو مندازی. وای خدا الان اون ویلا خوشگله ای که عکساشو فرستادی واسم؟ نه اون ایشالله فردا پس فردا میام. داره توش یه سری کارا انجام میشه واسه گرم شدن یکی از استخرا. بعد داره چمناشو میزنه فلانو. الان اینجا هم که هستم 5 تا ویلا بغل همه. هر روز میام تو یک. عاشق اینم که انرژی عوض کنم. الان انرژی اون خونه واسه من تموم شد. الان اینجا یه تیر تازه گرفته. خب چه خبر؟ اما اصلا شما رقص با رقص مشکل داری؟ مثلا نه برقص واسمو. نه اما اصلا رو میگم اصلا بیخیال اون شو. اصلا رو میگم بیخیال اون شو. وای خدا خواستم بگم همین حرفا خودش میشه تولید محتوای خیلی واقعی و خنده‌دار و اوکی. وقتی به من امروز گفتی وای 12 میخوام پست بذارم بنام ببین مردم از خنده. میخواستی آبجی بزنم به تخته نمیدونم چه کار خوبی کردین اما اصلا واقعا یعنی به قرآن خانوم ترین خانوم ها یکی از خانوم ترین خانوم های ایرانی
که واقعا پای همه چی وایسادی. گفت کمر چطور الان هست؟ شنیدم الان یک کمر به یکی یه جای فرغون خورده بود، کمر چی بوده؟ آره خوب یادم رفت. خدا رو شکر بهتره. میگم حتما حتما آدم فوق العاده ای هست، یعنی نمیدونی چی میگم. آدم یه بار عاشق میشه، اونم هوال اول هوال آخر خدایه. باقی چیزا به اسم همسر اینا غذای روحه، غذای جسمه که تکامل پیدا میکنه، حاصلش عشق بچه هست. بچه میتونه مفید باشه واسه جامعه. شما از خودی مطمئن میخوام ازدواج کنم. چی شد؟ میخوام ازدواج کنم. مگه تو ماکروفر استفاده؟ من مثل شما زیاد از جایی نشتم، اما اصلا 18 سالش بوده. نه 20 سالش بود، نه 21 سالش بود، من 19 سال. خیلی شما عجله داشت. بچه هاتون چند سالشون الان؟ الان پسرم بچه دوممه، پسرم 28 هم همین برد میشه 2 سالش، دخترم 3 سالشه. کلن هم که درگیر بچه بودی تو چند سال؟ چند سال هم هست که بلاگر شدی؟ خیلی خسته شد. نزدیک 4 ساله. خیلی خسته شد. پیر شدی هست. من کلن عشقا میدونم، حالا خودتون هم میشه. کلا فانم، یعنی حرفامو اگه حرفی میزنم دوستم به فان باشه، به فان بگیم. آره میدونم، ولی اصلا نشناختم از اینقدر پیر شد. ای بابا اینقدر اصلا لامصب. اما اصلا با قرآن اینقدر که یعنی هیچ کمی که خورد کردی خودم که داریم که پیر دیگه بزار لایو مشترک بگیریم که یک چیزی بشه. اما اصلا این قالی کرمون مونه لامصب، هر سون هر قشنگ هست. به خدا موبه کاره ببین، این تازه هنوز هیچی ندیده بود زنگره تو. من قول بدینم موبه کاره با منم یه چند روز بگرده تازه میخواد دختر خاله بازی رو شروع کنه. خب الهی که نگرده، میخوام که نگرده، تو رو قرآن دست خدا نکنه بگرده. باباش دست چی گرفته گفته بیا بریم. من با گل و شیرینی شما هم چایی رو آوردی و اصلا نمیدونستید چجوریه به خودت اومدی دیدی ازدواج کردی. مامان من 13 سالش بوده. بابا مامان من 13 سالش بوده، بابام 27 سالش. مامانم بگم مدرسه آوردم. آره بعد تازه بابای من مستجر مامانم اینا بودن تو خیام ولی هست تهران. بگی مامان من دیگه چی کشیده. بگیم بهترین سن واسه ازدواج الان است 28. یعنی چرخاتو بزن، دوراتو بزن، دختر خاله بازیاتو بخور. آره آبزی اگه اما اصلا بهت خیانت کنه چی کنم کنی؟ خدا نکنه. مواشه نکار نگاه به ذات آدمه، به مو این حرفا نیست، به ذات آدمه. نه نه وقتی مو که میکاری احساس جوونی میکنی میبینی اه خب اومدی پسرا بیداش. آه ده باباش ده. نه این به اسمش چیه؟ یاشا. این به خودتون رفتش. اون یکی کو؟ اون یکی تو خونه مامانم می دخترم. بابا دوتا پسر بودن ها؟ نه با خیلی آه دختر دم به باباش رفته. دخترم هنوز ندیدی اصلا، عشقش تو پیجم هست. دیدم دیگه
همین دیروز بود با خودتون. آقای طبیعیه دیگه، یا باید خوشحال شدم از این که معاشرت کردم بایتون. خواستم بهتون بگم آبجی احتیاج نیست فکر کنید کلیپ درست کنید، تو لحظه بین خودتون گفت خند و گفت هست، همونو خیلی آره. عادی بذاری خیلی قشنگ تره تا چادر گلدار رو مثلا 1357. به خدا خودتون مگه چشین که برمیدارید؟ به خدا ببین الان خیلی لذت بردن همه از خودتون، از اخلاق شما جنبه هم هستن. ایشالله که همیشه عشقتون پایدار باشه، اما اصلا خود مادر بچه ها تو زیاد کنه. قربونت که نمیدیم خدا بسیم خدا بسیم آبجی نفهم چی گفتم، گفتم خدا مادر بچه ها تو زیاد کنه. دختر خاله ها رو زیاد کنه منظورش تو بودی آبایی یادت یه زمانی دختر خاله ها نه به چیره داشت منظورش تو بودی؟ خب دختر خاله ها مال منه دیگه، یاد نیست من یه هر روز میداشت میگفتی دختر خاله ها تو اینی؟ با اصلا من سر دختر خاله به گاه رفتم گفتی هر روز چند تا دختر خاله داشت چیکار کنم خاله ها دختر من کنم یه دونه دختر خاله دارم یه دونه، ولی یه ویدیو رو گفتم گفتم ببین اینا دختر خاله ها من زن داداشت ها هم فامیلا انا یه عالم داداش دارم متعهلم واقعا، همین الان مثلا خانومه همون این زنده داشتم یه آدمه واقعا دوست دارم واقعا این دختر خاله همون یه آدمه دوست دارم این دختر همه همون یه آدمه داداش دارم و این حقیقت شد. و از وقتی هم کارگر ساده شدم باور کنم یه روز هم نرفتم سر کار. آدرس دختر خالهاتو بده. حالا خوب شد چتمت نکردم، شد تو دیگه این هم خجالتی هم هستن تپلک واقعا پولیس رو آره بابا خدا هم برش داستان نشه اینجا رفته باید خواهد زیر لایف بزرشتی تپلک خب کی بلده چشمک بزنه؟ من اینو بذاری من تازه فهمیدم بالاخره لوره کجا هم لکه کجا هم بابا سخو بر استاد تولید محتوا استاد تولید محتوا سلام این اصلا قیافه هست تولید محتوا هست خدا وکیلی نگه شبیه کلیپ شدم غذا خب نوبتی هم داشتیم با حتی رقصای بابا کردنه خدایی کی بلده چشمک بزن؟ آقا تو از آمزا که نیستی؟ بعید امروز رفتیم یه یارو رو حریف بقلش میگو قلنجم رو بشت کن بگو مرگ پاره شده بودم تو سفر یارو شبیه پسر خاله هست من شبیه دختر خاله هم هستم نه پسر خاله بود نون بدم آب بدم دایی دست تو دیگه تا اینجا زخم آره بابا تمام زخم های سرس شستم یه مقدار باش مونده اوه ببین شکایت نکردی ازش؟ من یه ذره بچه بودم اینجا با ایستک زدن بعد یارو ترسیده من هم شکایت کنم انقدر زده بود تو سر خودش بیهوش شده بود خونه ازش من شکایت یا رم چد داشت تو بدنت نرم نه من شکایتی نیستم ولی اونجوری که باید اعلام فهموندم به خیلی ها که از کی میلان بگیرن و کی نگیرن و واقعش رو واگذار کردم به خدا ببین یکی فرشاد تهرانی و یکی آیدین زواری و یکی این خانم حسینی رو خدا حتما حواشون رو خواهد داشت
آیدی زواری 1300 دلار بده کاره پولم خورده. فرشا تهرانی 200 میلیون. من اگه از حبس برگشته تازه پیج نداشتی یعنی ببین. و خانوم حسینی دستم رو داشت ازم میگه. راست میگی یعنی از زندان آزاد شی بدترین بلا بیاد بره تو سر یعنی به سر خاله ناراحت نباش. شوخی کردم. احساس کردم یه لحظه چسکونه برقی تو زدی تو برق. نه بابا بازار مشترکه میسوزه سری. یه ساعت بایستدی موهامونو بزنم موهاشو نگاه تو یه شوخی شیشه آره معلومه پشت آره اشکایی معلومه پشتتو بیا پشتشو نها بایی موهای من با این همه مو نمیگم مو دارم نه بابا تا دیروز کرد شوخی کردم باش موهاشو تو خواب دارم یه سوال دارم تو یوتیوب 5500 تا ویو چقدر درآمدشه؟ نه 550,000 تا ببخشید یه سر چمشون یه بسته چقدر باشه چی؟ میگه بستگی داره تایم ویو چقدر باشه چیز 550,000 تا مصاحبه من با آیدین زواری دیو خورده آیدین زواری من گفت ما هرچی حساب کردیم آقا وحید بیشتر از 200,000 تا فکر نکنیم ویو بخوره خب یه مالیات هم داره گوش کن به من گفت ما با تیممون نشستیم مشورت کردیم این من اون بر نهایت 200,000 تا ویو میخوره آقا اومد به ما دو تا دگزا زد اینقدر شیره انداخت من هم سرما خورده بودم به زور نشست و یه 30 تومن واسه من کک گرفت خب و قرار گذاشتیم گفتم بابا 200,000 تا شما میرید با اکبر گچکار مصاحبه میکنید حالا بذار مصاحبه بره با مطمئن باش 500,000 تا رو شاخش الان 550,000 تا رو دیگه خورد گفت 500,000 تا بخوره 2,000 دلار مال توه الان نیستش که نیست کسکه که کونی لایم چیز پستم گذاشته وحید به خاطر چیزایی که مصرف میکنه فرم. بابا بی ناموز چیزی که مصرف میکنن بل کن 550,000 تا ویو رو بترس که 2,000 دلارش مال من باید باشه داشت تو نمیدونی این آدم ها دنبال ویو انداش مثل فرشا تهرانی دوست همون فرشا تهرانی همون سری دیدم تو استوریت گفتی تو نمیدونی داشت دو میومد به من میگفتش که وحید ندارم واسه من دو ما تبلیغ کن داشت تو اومدی ایران تازه میخوای سرپاشی خب داشت نباید درکیز داداش من آدمی هم که همچنان اعتماد میکنم بالاخره چهار تا آدم درست حسابی هست دورمون جمع شد اینه من بویا من امسال تو سال 2024 تصمیم گرفتم که هر کی میخواد منو بگاد بذار بگاد مقاومتی نمیکنه البته فرشادو از ناحیه کمر شکوندم کمرشو چی شد چیکار کرد یه 40 تومنشو که مالیدم به خایه‌های لئو شکر و پاره کردم دو تا استوری کشترم یکی از بستگانش که جدا شده بود ازش اومد دوباره همین اینا زنگ زدم گفتم بیا مادر بچه‌ها صحبت کن گفت نیکشم فرام منتظرم بیاد من گفت نه دوره همی بود زنگ اصلا با چه روی میخواد زنگ داش طلاق گرفته ولی کمره مرد شکوندن اینجوری قشنگ باقی چکا هم به اسم رفیقم امیده اونم که اصلا نمیره دنبالش من گفتم بلش کن به کی رخ چرا نه نمیدونم چرا اینجوری میشه ولی یه چیز بگم من مطمئنم تا همین چند وقت من برام داشتم به پویان میگفتم تو همین میدونی چقدر در بردم با این پیج چقدر 25-30 اومده بودم اینجا با 450 تومن اومدم دستم به گارب صفر شدم خب دوره کلن با این این پیج بالای 1,200 در بردم هیچیش نمونده واه دست چقدر شد از اینش
به قرآن. دست چیش نمون. دست چیش نمون. دستم چست نمون. 18 تومن. 5 تومن چیزی نشد. دستم پرستار میومد خونه با سرم و کسوشتر میزد. 18 تومن. ولی رفتم بیمارستان. 10 روزم بود با 5 تومن رو کشم. ببین قسمت هر چی باشه بعید همونه تو جیباته. میبینی چی میگم؟ من میدیدم تو چشات داشتی هرس میخوردی استوریاتو داشتم میدیدم ریپلای هم میکردم اعصاب نشی جواب بدی. بابا الان نمیتونم اصلا حوصله ندارم بیام تو لایو به قرآن. اعصاب خورده من دست راستم نمیتونم لامصبو بزنم بیام. باز به خدا شکر نمیتونی بگیری دسته. نمیتونم کف دستی بزنم. نمیتونم یعنی کار زندگی رقصای بابا کرمیه کافر هستی یه گفتی یاد به حضرت عباس که اصلا من کف دستی بزن نیستم. اون تتله خودش میدونه تتل چرا فاطمه 5 سال دیگه بیاد نه دستش چرا داشت 5 سال دیگه 4 سال دیگه به این زودی ها داشت تو نمیدونی نگاه کن من خودم اومدم تا 6 ماه که فکر میکردن من از موساد اومدم اعدام داشت خود بعد فهمیدن کلن کسخلن و دیدن اصل هیچ جا نیستم میدونی بیزم بالا پایین کن اصل هیچ جا نیستم میدونی چی میگم معتادم که بودم خسخلم که بودم خودم که اومده بودم شاکی خصوصی هم نداشتم بعد 3 سال همون کاری که با هور کردم با منم کرد امام حسین با هور تتلو فرق داره قضیهش آره با تتلو خودشون بازی کردن استفاده کردن رو ناو جنگی آره صحبت استادنه و با سرگورشی نکنم سرگورشی بس برو دیگه تو هم خودم زنی زده بود میگفت چرا ویدیو گذاشتی ویدیو رو پاک کنی سرگورشی سپهرشون سای نرداف هم از بچه های خوب سپاه خیلی به سر فیدیه به خدا به جون مادرم زنی میزد به من تصویری با لباس سپاه پشت مشتا مشروب میخوردم گفتم داشته های سلامت روزی که سحر رفتی شتتر من زندان بودم شنیدم گفتم خب الحمدلله رب العالمین بهترین کاری بود که ببین الان حرفی میکنم بده ولی بهترین کاری که ممکنه انجام دادم و انقدر عوض شدم ببین متخصص هم وزارت محترم اطلاعات هم اطلاعات سپاه انقدر عالی یعنی شعور چیزشون بالا است و خیلی به خدا راست میگم آره میدونم ما دوستانی که داریم به مثلا میرفتید دارن ببین مثلا من همین الان آزار هم میدونم من هنوز خودم پیدا نکردم واقعا نکردم و بلایی که بعد از زندان سر من اومد سخت‌تر از تو هر کی رسید زد آتیش گرفته آتش نشانی آتیش گرفته نمیخون این از همون هست که فکرش میکنم جان من بزنم تو بدن در بدن شعور من یه ذره منم دارم یه ذره بازت دوست داشتم من نمیدونم مخه کی رو زده
من یه شب اینجا بودم متاسفانه فرش داشت دختره. خب صاحب تولد یه دختری بود تولدش بود. آفرین. خودش